بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ګران او محترم اولیدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله من دایم چې تر دې دمه خار او جوړ اوسئ او د خپرونې تر اخیره مو د ملتیا غوښتونکي یم. نننی درس مو پیلوو په عنوان د ښوونځی. ښوونځی به معنی مکتب. ښوونځی د زده کړې ځای دی. مکتب جای تعلیم است، جای یاد گرفتن است. مونږ هر ورځ په خپل وخت ښوونځي ته ځو. ما هر روز به تایم و به وقتش به مکتب می رویم. زو رفتن. په ښوونځي کې لوستل او لیکل زده کوو. ما در مکتب خواندن و نوشتن هم می آموزیم. په تفریح کې له خپلو ټولګیوالو سره لوبې کوو. ټولګیوال همصنفی. در ساعت تفریح با همصنفی های خود ساعت‌تیری می کنیم. لوبی ساعت‌تیری کردن. ښوونځی زموږ د کور په شان دی. مکتب به مثل خانه ما است. مونږ خپل ښوونځی د کور په شان پاک او سوتره ساتو. ما مکتب خود هم به مثل خانه خود پاک و صفا نگهداری میکنیم. همیشه خانه های ما و شما پاک است، پس بر ما لازم هی است که بر علاوه از اینکه خانه ما باید پاک باشه، محیط و محالی که وظیفه داریم، زندگی میکنیم، مکتب هم باید به مثل خانه خود پاک نگهداری شود. دیوان و شاخونه نمتو. دیوان و ونو به معنی درختان. ای در جمع است که در جمع درخت ونو میگن، ولی اگر مفرد باشه باز یک درخت ونه میگن. یک درخت که مفرد هست ونه. دی ونو شاخونه نمته و شاخ درخت ها را نمیشکنانیم. دی گلان و بوتو تا هم پاملره نکو. و به گلهایی که در مکتب ما هست هم بسیار متوجه میباشیم. پاملره نه توجه. زه له خپلو ملګرو او همزولو سره مینه لرم. ما با دوستا و همسن و سالهای خود محبت دارم. ما جنگ و جنجال با هم دیگه نمی کنیم او د خپلو خونکو خبرو ته غږ نیسو و همیشه وقت متوجه گپ استاد خود می باشیم. موږ په خپلو لوستونو کې ډیر زیار باسو. و ما به درسای خود بسیار زحمت می کشیم. پس د دې درس د هدف څخه موږ دا اخلو چې ښوونځی د لیک او لوست ځای دی. په ښوونځي کې موږ کولی شو چې د علم خپل ډیر کړو. نو چې تاسو کله ښوونځي ته ځئ، خپل درسونو ته ډیره پاملرنه کوئ، هغې سره سره خپل چاپیریال او محیط هم پاک وساتئ. جنگ او جنجال هم مه جوړوئ. ای هست لغات های مهم درس ما که شما ای را با خود یادداشت بکنین. اگر وقت اضافی داشتین در خانه میتونین که برش جمله بنویسین و همراهتان تکرار بکنین که فراموشتان نشه. شما همیشه باید داشته باشین هر زمانی که ما بخواهیم که یک زبان به صورت اساسی و درستش یاد بگیریم، پس در یک زبان چی لازم است؟ در ابتدا گرامر زبان بود که باید گرامر زبان یاد بگیریم و بعد از اونمو پیش بریم. بعدش کانورسیشن یا محاوره است. اگر ما محاوره خوبتر و بهتر داشته باشیم، پس بعد از اون میتونیم که یک زبان درست و خوبتر هم یاد بگیریم. پس امروز میاییم
بالای محاوره زبان پشتو که چگونه میتونیم با زبان پشتو با همدیگر محاوره بکنیم. پس آغازش میکنیم در ابتدا. ما میگم What's your name? What is your name? نام شما چی هست؟ اگر بخواییم که از یک کس بپرسیم که What's your name؟ مگر به زبان پشتو وزی که بهتریات بگیریم ازش میپرسیم میگیم ستا نوم س ده ستا نوم س ده What's your name? تانوم سادی What's your name? زمانوم احمد دی زمانوم محمود دی کستاسونوم هر سوی تزه کولشی چی بجملو که استعمال کردی استانوم سادی زمانوم احمد دی بیاسر پختنه که امزوائیم چه What's your father name? What is your father name? اسم پدر شما چی هست؟ اسم پدر شما چی هست؟ پس دا هم دیر لازم ده چی پا یوچاک پا پختو جبه هم او شو کولی دا پختانو که چی ستاد پلار نوم سده ستاد پلار نوم سده ستاد پلار نوم سده What's your father name? My father name is Mahmoud. Is my father name Mahmoud? Is my father name Mahmoud? Is my father name Sadi? What's your father name? Is my father name Chihas? Is my father name Mahmoud? My father name is Mahmoud. Is my father name Mahmoud? How old are you? How old are you? چند ساله هستین؟ چند ساله هستین؟ وایم چه تا سو کلن یه تا سو کلن یه How old are you? شما چند ساله هستین؟ زوایم چه زه اتلس کلن یم ز اتلس کلن یم I'm 18 years old من 18 ساله هستم ایسی جمله را شما همراهتان یادداشت بکنین همه روز با میپسیم کانورسیشن جور میکنیم و میخونیم تا که یادگیری زبان پشتو برای ما ساده‌تر آسان‌تر و بهترتر شد برلاوه ازی که در زبان پشتو بر ما خیلی مهم است که بتوانیم محاوره را یاد بگیریم بر اساس ازی که یک زبان بهتر یاد گرفته بتوانیم پس بر ما لازم و ضرور هم است که در پهلوی ازی که اعداد یاد میگرفتیم محاوره را روزانه درس باید رنگ ها هم یادآوری شوی که در زبان پشتو رنگ هایی که به انگلیسی و فارسی میگیم اما قسمت یا تفاوت هم داره رنگونه بل مبحث موده رنگونه نن کولی شو چې یو څو رنګه واخلو د هغه هم د دې تر څنګ زده کړو رنګ اوله ما میږم سیاه سیاه بلک تور سیاه یا بلک په پښتو ژبه ورته څه ویل کیږي موږ کولی شو چې دې په پښتو ژبه تور وایو تور بلک سیاه په پښتو ژبه ورته ویل کیږي تور تور رنگ چې دا رنګ اوسنۍ خلکو ته ډېر ارزښت هم لري او د دې رنګ د اغوستلو خلک هم ډېر دي مینهوال یې ډېر دي رنګ بعدي سرخ ما به زبان فارسی برش سرخ میگیم به انگلیسی
رید او په پښتو ژبه کې ورته ویل کیږي سور. سور رنگ په پښتو ژبه هم ورته ویل کیږي سور رنگ. رنگ بعدی که به زبان فارسی برش گفته میشه سفید. سفید و یا هم در انگلیسی برش میگیم وایت. و در زبان پشتو هم برش میگن سپین. سپین رنگ. سپین رنگ. ای هم در بخش رنگ ها بود که شما با خود یادداشت بکنید. بعدش میاییم بالای اعداد. اعدادی که در زبان پشتو هستن چگونه گفته میشن و چگونه میتونیم حساب بکنیم اینا را؟ اعداد در زبان پشتو در درس گذشته تا 70 خوانده بودیم. امروز بعد از 70 شما میخونیم که با کدام نام یاد میشه و چی برش میگیم. 71 یو اویه. 71 یو اویه. 72 دو اویه. 73 دری اویه. 74 سلور اویه. 75 پینزه اویه. 76 شپگ اویه. 77 و اویه. 78 ات اویه. 79 نه اویه. و 80 اتیه. 80 اتیه. ای بود درس امروز ما. هیله من دایم چه اوسمو زده کری اوسی. تا دیدار بعد بدرود.